معادله مجانب مایل نمودار تابع با ضابطه fx مساوی با رادیکال زیر رادیکال x به اضافه x2 بر روی x منهای 2 وقتی x به سمت منفی میراید میل میکنه کدام است؟ چهار گزینه پیشنهاد کرده که چهار خط هستند. خب به مسئله خوب دقت کنید، یه ارزیابی از مسئله میکنیم، مجانب مایل میخواد، باز نگاه میکنیم زیر رادیکال جبری کسریه، میبینیم پرتوان صورت 3 منهای پرتوان مخرج 1 3 منهای 1 2 با فرجه برابره، یاد نکته میافتیم. میایم میگیم تو ادامه ببینید، میام صورت رو بر مخرج تقسیم میکنم، این رو در x2 ضربش میکنم خارج قسمت، x2 در x منهای 2 x2 میشه، در منفی ضرب میکنم جوابش x ها با هم میره میشه مثبت 3x2، در به اضافه 3x ضربش میکنم میشه 3x2 منهای 6x، در یه منفی ضربش میکنم عبارتم رو اگر نگاه کنیم میشه 6، یعنی اینجا 6x بوده، حالا 6 رو ضرب میکنم 6x منهای 12 میشه، این رو دوباره تو منفی ضرب میکنم باقی مانده 12 میشه، باقی مانده مخالف صفر شد، خارج قسمت شد x2 به اضافه 3x به اضافه 6. حالا این عبارت زیر رادیکال من بر میدارم، الان به جاش x2 به اضافه 3x به اضافه 6 رو قرار میدم، این کار رو ببینید انجام میدم، حالا هم ارزی رادیکال ها رو مینویسم در بینهایت، رادیکال 1 که اینجا دیگه ننوشتمش، x به اضافه b n i n 2 اضافه داره 1 خواهد بود، برای شاخه مثبت بینهایت جدا میکنم، برای منفی بینهایت هم جدا میکنم، ولی اگه به صورت اصلی سوال دقت بفرمایید فقط برای شاخه منهای بینهایت خواسته بود، پس در نتیجه قدر رو برمیدارم تو منفی ضرب میکنیم. اگر به گزینه ها دقت بکنید هیچ کدوم از گزینه ها این خطی که مجانب مایله به دست آوردیم نشون میده که باید خطی که شما به دست آوردین ساده سازی بکنید، نشون میده طرفین رو ما در دو میتونیم ضرب کنیم و همه رو بریم در یک سمت، چون همه گزینه ها در یک سمت سشون صفر هستش، پس این کارو میکنیم در دو ضرب کنم 2y منهای 2x منهای 3 آوردمشون و 2y به اضافه 2x به اضافه 3، پس گزینه 4 گزینه درستمون خواهد بود. به این طرف شما میتونید خیلی راحت مجرم مایل این گونه تعابرم تعیین بکنید. حالا نگاه بفرمایید، ما میخوایم یه ارتباط، یه نکته خیلی جدیدی رو بگیم، ارتباط بین f و f منهای 1 چه مجانباشون چه ارتباطی با هم دارن. ببینید کلا تعیین مجانبهای تابع وارون منوط به اینه که من ابتدا ضابطه تابع وارون رو پیدا کنم، سپس بر اساس ضابطه مجانب قائم، مجانب افقی، مجانب مایل در صورت وجود به دست بیارم. خب شما میدونید که تعیین ضابطه تابع وارون برای بعضی از تابع خیلی مشکل یا حتی برای بعضی از تابع غیر ممکنه، ما با این روش میتونیم خیلی راحت مجانبهای تابع f رو پیدا کنیم، پیش بینی کنیم تابع وارونمون چه مجانبهایی میتونه داشته باشه. به نکته دقت بفرمایید، من فرض میکنم تابع f من مجانب قائم x مساوی با a، مجانب افقی y مساوی با b و مجانب مایل y مساوی با ax به اضافه b رو مثلا داره. خب مجانب قائم تو تابع وارون چیه؟ میشه در حقیقت مجانب افقی، یعنی انگار x رو میذاریم y میشه y مساوی با a، مثلا اگر x مساوی با 2 مجانب قائم تابع f هم باشه مجانب افقی تابع وارون هم y مساوی با 2. حالا مجانب افقی تابع f رو اگر بخوام برای تابع وارون ببینید چه ارتباطی داره، مجانب افقی میشه مجانب قائم تابع وارون، ببینید x مساوی با b مثلا y مساوی با منهای 7 مجانب افقی تابع f باشه، حتما x مساوی با منهای 7 مجانب قائم تابع وارونه. حالا اگر y مساوی با ax به اضافه b مجانب مایل تابع f باشه، کافیست ما چگونه تو قسمت تابع یه خط رو وارون میکردیم، x رو بر اساس y پیدا میکردیم و بعد جای x و y رو عوض میکردیم، این کار رو انجام بدیم. البته این کار رو نباید فرمول بشین حفظ بکنیم، هر خطی دارن تو مثال بعدی کامل میبینید، اون خطی که من به شما دادم رو فقط وارون کنید. پس مجانب مایل تو تابع f در تابع وارون هم باز مجانب مایل باقی میمونه، ولی افقی میشه قائم و قائم میشه افقی. این نکته ساده ولی مهمیه که شما کمک میکنه بدون توجه به ضابطه تابع وارون پیشبینی اون رو انجام بده. به مثال دقت کنید، مثال بعدی مربوط به این نکته آخرم هستش. ببینید اگر y مساوی با 2x منهای 5 مجانب مایل تابع fx باشد،
مجانب مایل تابع اف من آی یک ایکس یعنی وارون اف کدام است؟ اگه این مسئله باز دقت بفرمایید، ما با این فرضیم که تابع اف ایکس مون وارون پذیره و حتی من ضابطه تابع وارون ندارم، خود تابع اصلی رو ندارم، چه برسه تابع وارونش. خب کاری نداره، این مگه مجانب مایل تابع اف نیست؟ من میام ایکس رو به حسب ایگرگ پیدا میکنم. تو این عبارت ببینید، این رو مثلا 2x به 5 5 رو میبرم اون وقت 2x مثلا ایگرگ به اضافه 5، طرف اینو بر دو ساده میکنم میشه 1 دوم ایگرگ به اضافه 5 دوم. قانون جبر و آنالیزه میگه جای ایکس و ایگرگ رو عوض بکنید چون میخوایم وارونش بکنیم دیگه، پس ایگرگ مثلا 1 دوم ایکس به اضافه 5 دوم. این معادله مجانب مایل تابع وارونه، بدون که ضابطش داشته باشیم خیلی راحت تونستیم حسابش بکنیم. حالا دقت بفرمایید، من یه سوال دیگه کلی عنوان کردم، تعداد مجانب آیا وارون تابع اف ایکس مساویه با خط کسری 2x بر روی رادیکال 9x2 به اضافه 1 کدام است؟ گزینه دادیم 0 1 2 و 3. حالا سوال دقت کنیم، من میتونم ابتدا وارونش کنم، ضابطه وارون پیدا کنم، بعد مجانب آیا اون ضابطه وارون پیدا کنم؟ خیلی زمانمون رو میگیره، بیا یه کار دیگه بکنیم. مگه ما ضابطه نداریم؟ بیایم مجانبای این تابع رو پیدا بکنیم، بنا به نکته قبلی مجانبای تابع وارون رو پیدا بکنیم. نگاه بفرمایید، ما اول نگاه کنیم تابع کسری شاید مجانب قائم داشته باشه، پس ابتدا تعیین دامنه رو تو کارمون قرار میدیم، میگیم اون 9x رو به اضافه 1 همواره مثبته. چرا؟ هرچند که خود زیر رادیکال باید مثبت باشه، چون هر عددی به توان 2 برسه ضرب در 9 به اضافه 1 بشه قطعا مثبته. پس نتیجه میگم این رابطه همواره برقراره، دامنه آره، حتی مخرج ریشه هم نداره، پس دامنه آر شد. چون مخرج ریشه نداره مجانب قائم نخواهیم داشت حتما، چون تابع کسریه دیگه ولی ریشه نداره. گام بعدی ما میگیم کاری که انجام میدیم بررسی مجانب افقیه، آیا این تابع مجانب افقی داره؟ برای تعیین مجانب افقی چیکار میکنیم؟ حد تابع در بی‌نهایت، ببینید لیمیت اف ایکس ایکس به سمت بی‌نهایت، پس حد این تابع رو من میخوام به دست بیارم. حد این تابع در بی‌نهایت چی میشه؟ در عبارت های جبری کسری x بره به سمت بی‌نهایت پرتوان صورت به پرتوان مخرج، خود صورت که یک از یک جمله که بیشتر نیست، مخرج پرتوانش 9x2 رادیکال 9x2 میشه، جذر 9 3 میشه، رادیکال x2 میشه قدر x. حالا ما دو قسمت میکنیم، یکی برای شاخه مثبت بی‌نهایت، یکی برای شاخه منفی بی‌نهایت. در شاخه مثبت بی‌نهایت چون x مثبت قدر رو برمی‌داریم میشه 2x به 3، جواب میشه 2 سوم. یک مجانب افقی دارم، برای شاخه منفی بی‌نهایت قدر رو برمی‌دارم تا منفی ضرب می‌کنم 2x به منهای 3x، جواب میشه منهای 2 سوم. پس تابم دو مجانب افقی داره، یکی برای شاخه مثبت بی‌نهایت، یکی برای شاخه منفی بی‌نهایت. پس به طور یقین مجانب مایل نداره، چون هر دو شاخه که مثبت و منفی بی‌نهایت باشه ایگرگ نمیتونه دیگه به سمت بی‌نهایت بره، فقط به سمت این اعداد میره و مجانب مایل نداره. پس تابع fx رو دسته بندی کنیم مجانب مایل هم ندارد، پس در نتیجه مجانب های f فقط دو مجانب افقی. حالا تابع وارون چیه؟ بنا به نکته گفتیم افقی ها میشن قائم برای تابع وارون، یعنی x مساوی با 2 سوم و x مساوی با منهای 2 سوم. پس تابع وارون بدون که ضابطش رو پیدا کنیم خیلی راحت فهمیدیم تابع وارون فقط دو مجانب داره، حتی نوع مجانبش هم تشخیص بدیم دو مجانب قائم خواهد داشت. با این روش شما سریعتر تونستید مسئلتون رو خیلی سریعتر بررسی کنید. یه نکته دیگه میخوام بهتون بگم در رابطه با توابع کسری مثلثاتی. ببینید توابع مثلثاتی اگه تابعی بهتون میگن فقط کسری باشه و مثلثاتی باشه دیگه حتما مجانب مایل و افقی نداره، چون شرایطشو نداره، محدودیت هایی داره، ولی میتونه مجانب قائم داشته باشه. نکته دوم تو همین قسمت، اگه تابع تانژانت بود یا کوتانژانت بود تابع کسری نهفته است، یعنی تانژانت رو ببین سینوس بر روی کوسینوس یا کوتانژانت رو ببین کوسینوس بر روی سینوس، بعد بیا ریشه های مخرج رو در حقیقت پیدا بکنیم و شرایط مجانب قائم رو بررسی بکنیم، پس اون رو به صورت کسر می‌نویسیم. جالب اینجاست برای تعیین مجانب قائم توابع کسری مثلثاتی شما میتونید خیلی راحت حتی به کمک اتحادهای مثلثاتی اگه میشه سادهش کنید سادهش کنید و بعد مجانب تعیین کنید، برخلاف دامنه این عمل اتفاق میفته. نگاه کنید به مثالمون، مجانب های تابع ایگرگ مساوی با تانژانت ایکس
بر روی دو سینوس ایکس منهای یک را در بازه صفر تا دو پی بیابید. ببینید برای تعیین این مجانبه دانش آموز نباید بگه فقط مخرجم اینه. خب تابع کسری مثلثاتیه، حتما این تابعی که شما اینجا بررسی میکنید تابعی که مجانبه مایل و افقی نداره، پس میتونه فقط قائم داشته باشه. دانش آموز نباید بگه فقط مخرجم دوتا سینوس ایکس و فقط ریشه اینو پیدا کنه. خیر، تانژانتو باید باز کنه، چون این تابع تابع کسری نهفته است. دور نزدیک در نزدیک میکنیم، عبارتمون این میشه. حالا مخرج، این مخرج رو مساوی با صفر قرار میدیم و ریشه های مخرج رو پیدا میکنیم. این حاصل ضرب صفره، یا کوسینوس صفره، یا دوتا سینوس ایکس بنا یک صفره. من ریشه ها رو تو بازه صفر تا دو پی، یک دور کامل دایره میخوام. پس نتیجه میگیرم تو این عبارت کوسینوس ایکس کجاها صفر میشه؟ خب از صفر تا دو پی که میچرخم میدونم تو پی دوم و سه پی دوم صفره. حالا نگاه کنید، من دو ایکس، دو سینوس ایکس منهای یک مساوی صفر رو حل کنم، سینوس ایکس هم یک دوم میشه. سینوس در چرخش یک دور کامل دایره کجاها یک دوم میشه؟ خب یکیش قطعا پیش ششمه، یکی هم قطعا تو نایه دوم، اگه عمودش کنید تو نایه دوم قرار میگیره، یعنی پنج پیش ششم خواهد بود. این دوتا آیا این دوتا و این دوتا که اینجا به دست بود آیا صورت رو صفر میکنن که ایجاد ابهام کنه، منظورش رو رفع ابهام کنیم و موجب قائم بخشد نباشن؟ میبینیم نه، سینوس پی دوم میذارم، سینوس پی دوم یکه، سینوس پی دوم منهای یکه، پی ششم یک دومه، پنج پی ششم یک دومه. پس اصلا مشکلی تو صورت هم نداریم، شرایط مجانب قائم رو دارن. پس این تابع چهار مجانب قائم خواهد داشت، پس همه شرایط مجانب قائم رو خواهد داشت. پس یادتون باشه تابع کسری مثلثاتی، سادهش کنید، تانژانتشو باز کنید، حتی تلمکا ساده کنید، بعد مخرجشو مساوی با صفر قرار بدید و ریشه هاشو بررسی کنید آیا مجانب قائم داره یا نداره. مثال بعدی که خوب دقت کنید، یه نکته ای رو اولش من گفتم، اول صورت مثال بخونم. تابع اف ایکس مساوی با خط کسری سینوس سی ایکس به سینوس ایکس چند مجانب در بازه صفر و دو پی داره؟ اول تا دیدیش میای میگی این تابع یک تابع کسری مثلثاتی، مجانب مایل و افقی نداره. خب مجانب قائم میتونه داشته باشه. من یه نکته اول گفتم، گفتم تابع مثلثاتی بود، شما از اتحادها هم سادهش بکنید چه بهتر، بعد مخرج رو مساوی با صفر قرار بدید. برخلاف تعیین دامنه یا برخلاف بازه های پیوستگی، اگه به قسمت پیوستگی، بازه پیوستگی من مراجعه فرمایید، اونجا توضیحم که اتفاقا نباید اصلا اینا رو ساده بکنید، ولی اگه مجانب خواستن حتما ساده کنید. ببینید من فرض میکنم دانش آموزم اتحادهای مثلثاتی رو میدونه. سینوس سی ایکس هم میشه چی؟ اگر دقت بفرمایید، سه تا سینوس ایکس منهای 4 سینوس سی ایکس تقسیم بر سینوس ایکس. من با اینکه هنوز کسری ولی مجانب نمیگیرم، از سینوس x فاکتور میگیرم، سینوس x فاکتور میگیرم، یه سینوس x با سینوس میره، میمونه 3 تا 4 تا سینوس 2x. آیا این تابع اصلا کسریه؟ نه، پس اصلا مجانب قائم نداره. پس ببینید شاید ظاهرش اینطور باشه، ولی با ساده سازی استفاده از یک اتحاد مثلثاتی من تونستم به شما نشون بدم که این تابعی که من اینجا ترسیم اینجا برای شما گفتم اصلا مجانب قائم نداره. پس در صفر و دو پی گزینه یک بدون مجانب خواهد بود، مجانب افقی و مایل هم که اصلا به خاطر ماهیت تابع نداشت که اینجا برای تو این ذکر رو کردم، پس تابع اصلا مجانب نخواهد داشت.